پس بنابراین ما کلیه پرسپکتیو های مختلف رو مورد بررسی قرار دادیم و مورد تحلیل قرار دادیم و محاسبات فنی مهندسی هم که جلسه قبل توضیح دادیم برای شما. پس بنابراین خیلی قشنگ ما میتونیم روی این برنامه های مختلف و روی اشیاء مختلف و نماهای مختلف که در اختیار ما قرار میدن بتونیم خیلی قشنگ طرحمون ارائه بدیم و از زاویه دیدهای مختلف مسئله رو بررسی بکنیم. خب مجبوریم که این برنامه رو برای اینکه بهتر جا بیفته واسه شما عزیزان یک نمای دیگری رو در اینجا طراحی کنیم و اصولی که در اون هم حاکم هست ارائه بدیم که شما دانشجویان عزیز متوجه بشید که به چه شکل ما کلاً پرسپکتیو ها رو تهیه میکنیم. پس بنابراین ما طبق برنامه که جلسه قبل هم ارائه دادیم و این جلسه هم به صورت کامل ارائه کردیم میتونیم تمام اشکال و اشیایی که در اختیار قرار گرفته خانم حسینی؟ بله. با شما هستم دخترم. اصلا حواست تو کلاس نیست. ببخشید. معذرت. بعد از کلاس تشریف داشته باشید. من با شما یه صحبت کوتاهی دارم. چشم بسید. پس بنابراین میتونیم تمام اشکال و اشیایی که در اختیارمون قرار بدن به راحتی با زاویه دیدهای مختلف پرسپکتیوش رو تهیه بکنیم به طوری که بیننده بتونه روی این طرح خودش رو به خوبی پیاده بکنه. درس امروزمون توجهتون خوب بود، متشکریم از شما. تمریناتی که تعیین کردیم براتون برای صفحه 97 و 118 که برای جلسه آینده انشالله اینا رو حل بکنید و با دقت لازم اینا رو برای ما بیارید انشالله. خب خسته نباشید، کلاس به پایان رسید، انشالله موفق و معید باشید. خدا نگهدار. خانم حسینی، مدتی شما سر کلاس من حواست به درس نیست. خواستم ببینم که من میتونم کمکی بکنم. ممنون استاد، اما میدونی چی استاد؟ بابام در شرایط خوبی نیست. از پارسال تا حالا که فلج شده هر روز داره حالش بدتر میشه. میترسم خدایی نکرده. همه دست خداست، هیچ چی نمیشه. خانم حسینی شما نگران نباشید، انشالله حال پدرتون خوب میشه. پدر با خدا معامله کرده و یقیناً او هم پدر رو فراموش نخواهد کرد. اینا همه آزمون‌ها و امتحان‌های الهی است، انشالله که موفق و معید باشید. ممنون استاد، مرسی، خدا نگهدار. نگه سوسی استاد چی میگو؟ داشت در مورد درسام و اینکه سر کلاس حواسم به درس نیست صحبت. خب راست میگه دیگه، حواست همه جا از روز درس. تو که نمیدونی. چی رو نمیدونم؟ از یه طرف بابام دوست داره که مراسم عروسیمو زودتر برگزار شه، از طرف دیگه حسین مشکل داره. از همه مهمتر بابام روز به روز داره حالش بدتر میشه. بعد به دلت را نده. ترسم خدای نکرده. اگه امیدت به خدا باشه هیچی نمیشه. حالا جواب عملش چی شد؟ فردا قراره با حسین بریم دکتر جواب عملشو بگه. راستی فردا یاد باشه به استاد بگی نمیتونم بیام، بگو میخوام برم بیمارستان.
بالاخره کار خودت کردی. آره ببین آقا رسول، به خدا کتابمو آوردم که از درسام عقب نمونم. خیلی خب، حالا اینه که آوردی دفتر کتابه یا سلاح جنگی؟ آقا رسول پست شروع کردی، رازدنامه هر چی که خواسته بودی تمرامه. خب بده ببینم. باشه، من که حریف تو نمیشم. بریم پهلو. حسین، حسین آقا. سلام نرگس خانم. حواستون کجاست؟ ببخشید اصلا متوجه نشدم. حاجی هستن؟ بله هستم، بفرمایید. به نظر تو حسین میتونه؟ حاج رسول میگفت میتونه، اما هیچ حسین خونی به خوبی خود حاج رسول نیست. نفوذ بد نیا، حسین هم شاگرد حاج رسول بوده. من که فکر نمیکنم بتونه. مطمئن باش میتونه. امیدوارم. چه عجب، یادی از ما کردی پهلوون. برای راستش حاجی، اومدم برای مراسم فردا، مراسم تعزیه. ازت رخصت بگیرم. رخصت نمیخواد که، از ما که گذشت، نوبت جووناست. اختیار داری، ما کجا شما کجا. انشالله امسال اولین و آخرین باریه که جای شما مراسم رو اجرا میکنم. بابام خودش قرار فردا بیاد تعزیه رو ببینه، مگه نه بابا؟ اصلا حالا که اینطور شد، فردا خودم میام دنبالش، میبرمش اونجا که غلطامو بگیره. وبال گردن میشم. زحمته. اختیار داری حاجی، چه زحمتی؟ اصلا خودم میام اینجا دنبالت، رو کولم میذارم میبرم. چطوره؟ خب حالا اگر ماجرا سواریه، ما هم هستیم. اینم لباس امام حسین. یک سال تمام از این لباس رو مراقبت کردم. اینم رخصت. خب پس من فردا میام دنبالتون که با هم دیگه بریم بیمارستان.
زحمت میشه حسین آقا، ما فردا خودمون مارجانس میرین. نه بابا اختیار دارین، چه زحمتی؟ من فردا رو مرخصی گرفتم که در بس در خدمتتون باشم. خب پس فعلا با اجازهتون. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا حافظ عزیزم. من که فقط وظیفه‌مو انجام دادم. اگر عملش هم نمی‌کرد امیدی به زنده بودنش نبود. حالا فلجه ولی زنده است. مگه یه سال اینطور نیست؟ حالا شما فکر می‌کنید امیدی هست دکتر؟ شما چه نسبتی با ایشون دارید؟ من دامادش هستم. خب ببین عزیزم، ترکش اینجا بوده. ما اینو برش داشتیم. اگه بر نمی‌داشتیم منجر به مرگ میشد. برید خداتون رو شکر کنید که زنده است. اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان علی حجت الله. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله اکبر، الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. میگم بهتر قبل از اینکه بریم خونه یه سر بریم داروخونه. خوب شد ما پروین نیومد، وگرنه کلی ناراحت میشد. ببین نرگس، من ازت یه خواهشی دارم. حالا احوالی که تو داری تو روحیه حاجی تاثیر منفی میذاره ها، بهت گفته باشن. الان که دیدیش الحمدلله هیچیش نیست. دکترم که گفت ایشالا تا 100 سال دیگه زنده میمونه. آره اما همیشه روی ویلچر. نرگس ازت میخوام که هیچ وقت بروش نیاری. خب بابا خودش باهوشتر از این حرف هست. پیش پیش همه چی رو میدونه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
سلام بچه ها. سلام. بشین 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 بشین. سلام بچه ها، ببخشید واقعا دیر شد. بابا حاج حسین آقا، چه عجب تشریف آوردین. دنبال جواب دکتر حاج رسول بودیم دیگه. چه خبر؟ هیچی، به حمدالله گفت حالش داره بهتر میشه. الحمدالله. آقا شما چرا معطلی بسته داشت؟ شبیه نمیتونی ما رو شبیه امام حسین در بیاری یا نه؟ شبیه حاج رسول هم نمیشی، چه برسه به امام حسین؟ حسین جان. من فکر میکنم نامزدی شما دوتا یه خورد طولانی شده، خیلی صلاح نیست. کی مرده است کی زنده است، فکر میکنم بعد از محرم و سفر بهتره مراسم رو برگزار کنیم. چی؟ نگران نباش، حسین آقا میره دنبالش. Thank you.
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثار والوتر الموت، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بغيت، ببغي الليل والنهار يا أبا عبد الله. همه همه لعن الله على زياد وآل مروي، ولعن الله بني أمية قاتب، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله عمر بن السعد، ولعن الله شمر، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك، بياد همه شهدائي كنار ما بودن، بياد همه رفقائي كبودن شبهاي گذشته روزهاي گذشته، اما الان جاي خاليشون احساس میکنی کجایید ای شهیدان خدایی، کجایید ای شهیدان خدایی، بلا علی جان بگوشی. یه شبی توی خیمه ها آقا همه چراغ ها رو خاموش کرد، فرمود فردا عاشوراست، هر کسی که دوست داره میتونه بره. هیچ کدام از یاران ابا عبدالله امام حسین رو ترک نکردن، هیچ کس، همه موندند و فردا تو رکاب آقا جنگیدند و به شهادت رسیدند. امشب هم شب عاشوراست. از هیچ کدوم شما انتظار ندارم که بمونید، میتونید برید، هر کس دلش خواست میتونه همراه این قافله باشه،
اما قول نمیدم که برگرده. اما هر کس موند باید عین یارای ابا عبدالله تا آخرش باشه. فکر کنه که قراره در رکاب ابی عبدالله حسین مثل ابوالفضل عباس بجنگه تا آخر پرچم رو به دست بگیره و این پرچم زمین نخوره. حواسمون باشه که فردا چه اتفاقی میخواد بیفته. حواسمون باشه که واسه چی میخوایم بریم سینه هامونو سپر کنیم. میدونم که همتون عاشقید. میدونم که همتون با چه نیتی وارد شدی و میدونم همتون عشقتون چیه. میدونم منتظر چی هستید. چشماتون داره اینا رو میگه. خوش به حالتون. میخوام امشب به همه شما که یاران صدیق ابا عبدالله حسین هستید و اومدید که تنها نباشه، میخوام به شما که ندای حل من ناصر ینصر حسین رو لبیک گفتید و آماده شدید برای رزم بگم آفرین به شما. باری کلا به شما. دست مریضا. السلام في الدنيا والآخرة يا أبا همه يا شب عاشورا عاشقای ابی عبدالله بهتر باید عرض ارادتشون رو نشون بدن. ایشالله یه روزی تو حرم با صفای ارباب کربلا باقی گلهای پرپر آی کربلا پای تخت پادشاه بی سر آی کربلا قربون باغ پر از یاست بشم آی قربون دستای عباست بشم بزای تار دیگه برات بگم آی کربلا قربونه باقه پر از یاست بشم آی قربونه چشمای عباست بشم مثل فردای روز عاشورا زینب اومد بالای تل زینبیه آی دلا بسوز به حال زینب آخ میانه همه دل ها امان از دل زینب
امان از دل زینب، امان از دل زینب. بالا نگاه کرد دید شمشیر زنا دارن، با شمشیراشون میزنن، نیزه دارا دارن با نیزه ها میزنن. اونایی که دامنای عربیشونو بالا زدن، دامنا رو پر از سنگ کردن، دارن با سنگ میزنن. همه ناره بزنید حسین، حسین. بهتر بهتر، انشالله یه روزی این صدا زدن ها و این عرض ارادت ها به دردمون میخوره، خدا میدونه. آی حسین گفت در شب اول قبرم، نکنم وحشت و ترس. چرا چرا که در آن لحظه حسین است که مهمان من است. اینی اتقرب الالله. حسین چی کار داری میکنی؟ بی من یه دقیقه باید برم دنبال حاجی. دیر میشه پسر، تو که اینقدر بیخیال نبودی؟ من بهش قول دادم باید برم. تماشاگرها منتظرن، اگه دیر کنی فاجعه است. بابا تو خونه حاجی که راهی نیست، یه دقیقه میرم برش میدارم میارمش دیگه. آقا قربونت برم. یالا کجایی صاحب خونه؟ مهمونه میخوای؟ حاجی جانس. و بنا علی بنیانه و جرا فی ظلمی و جوری علیکم و علا اشیائکم بر ادو الالله و علیکم منهم و تقربو الالله. مهراب دعام داره تموم میشه، بیشتر از این نمیتونی مردم رو معطل کنی. حسین رو چیکارش کنیم؟ چقدر بهش گفتم نرو؟ گفتم نرو بابا، بیشتر از این مردم نمیشه معطل کرد. رقیه‌مون اومده؟ بین جمعیته. خب مشکلی نیست، حسین آخر تعزیه هست. زیراب زنی اونم شب تاسوعا. غیبت اونم شب تاسوعا.
اتباعم انی سلمان لمن سالمکم بربان. که حفظه نهایتش حسین و اون میخونه، نقش حرم که معلومه. مهراب خودت بگیر. گفتی حسین که بخونه؟ علی آرزوشه. محاله، یه روزی میگفتم حاج رسول فقط حسین رو بخونه، حالا هم که حاج رسول مریضه نمیتونه. انشالله سال بعد. که بردرت آمدیم حسین جان، بهر رضای مادرت آمده ایم حسین جان، بیا و حاجت ما را روا کن، زیارت کرب و بلا نصیب جمع ما کن. بره تو الالله و الیکم من هم و تقربو الالله ثم الیکم به موالات کم و موالات ولیکم و بالبرات من عدایکم. إلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الأربع وبالبراءة ممن أسس أساس ظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله
و الى رسول این ممن اساس ذلك و بنا علی بنیانه و جرا فی ظلمه و جوره علیکم و علی اشیائکم. یاور فضل اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين. الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. حسين آره شده مادر؟ چی شده؟ چه نفس نفس میزنی؟ ببین حالا حاج رسول بد شده ماما. بودو برو گو پروین خانم اینا بیاد. بودو. حسین. برو دیگه. مهراب جون ماشین اومد. من دارم میرم، تو نمیام. حسین، اگه برنگردی من تعزیه رو تعطیل می‌کنم. سفارش خدا حاج رسوله. ببین عزیز من، آمبولانس سر کوچه است. من جلدی برمیگردم. بردم. پس منم میام. حسین آقا، علی. تو رو خدا زود بیا. من حسینو بیارم هم رقیه رو. مهراب، بابا تو مثلا کارگردان این کاری، تعزیه بدون کارگردان که نمیشه. علی علی. بابا مهراب بعد تعزیه رو شروع کنیم، مردم منتظرن. باشه باشه. ممکن سر کاری باشه، بریم. چطوره؟ به تنت گشاده. حاجی
من و نرگس میبریمش. نه من مامان پروین. ببینید شما زهرا رو ببرید. رقیه صحنه دو سه بازی داره. من بازیم صحنه آخره. حالا خودم یه جوری از بیمارستان میرسونم دیگه. منم میام. اگه حسین آقا اجازه بده. خواهش میکنم. حسین جون حاج رسول زود بیا. باشه چشم. منتظرم. حسابی داره آبرومو میره. تا حسین بیاد باید شروع کنیم. کی گفت لباس حسینو بپوشی؟ درش بیار. معذرت میخوام علی، ولی بعد حاج رسول فقط حسینه که میتونه لباس حسینو بپوشه. نگران نباش، ایشالله که حال بابا خوب میشه. شما بگید من رقیه را میفرستم بیا. به به رقیه خانم چه قشنگ شدی. خوبی همه؟ بله. برو برو همه بگید. زهرا یادت باشه بر بابا دعا کنی. باش. پدر مادرش پیدا نشدن نه؟ نه حاجتی رسمش باید شن از سامه خودش کرده هم رمش نمک همه شد. یعنی حاج رسول بابای زهرانی؟ نه اونو به فرزندی قبول کرده. نرگس هر کسی لیاقت پوشیدن این پیرن رو نداره. بهتر من امشب تحصیل خونه حسین نباشم. انگار لیاقتش رو ندارم. اما بابا یه چیز دیگه میگه. تو رو خدا برو نزار بابا عذاب بکشه. ببین من خودم رو بهتر از هر کسی میشناسم. از همون موقعی که حاج رسول گفت امشب باید نقششو بازی کنم تمام تنم لرزید. بابا میگه این لباس خودش میدونه تنه کی باید بره.
خواهش میکنم حسین برو. برو دیگه، داره دیر میشه. آخه حاجی مهمتره. برای بابا واجب تر اینه که تعزیه امشب خونده بشه. برو دیگه. خداحافظ. حسین آقا چی شد؟ بیا آفرین دختر گلم، عالی بود. بابا بچه رو گریه میکنی؟ بعد رو قیلی گریه میکنم، هم که تو نقشش رو بازی میکنی. فهمید دیگه هیچ وقت باباشو نمیبینه. بلات بشتمه، آب و گل و سرشتمه، جز کربلا جایی ندار، من جز تو مولایی ندار. ارباب حسین، ارباب حسین. گفتم به ماه الغمه، بی تو دلم پرم باشه. لباس مون رو بده من. حفظی؟ از دیالوگای خودم هم بهتر بلده. ولی نداره. صحنه حسین داره میرسه. بپوش. بیا. بپوش که صحنه حسین نزدیک هم. بوده بوده.
نباشی. خدا خیرت بده، اومدی؟ علی جان امسال خودت بخون، لیاقتشو داری. نه من همون هر رو بازی کنم خیلی بهتره. امسال تو سال دیگه من به خود حاج رسول میاد حسین. شو هم دعا کنم.
حق میگم. علی خب صحنه تو به هر شاهکار بشه. خب اشک همه رو در بیاری میفهمی؟ میخواییم بریم به شهر عشق پیش تموم عاشقا، بریم تا هیچ کس نتونه دیوار بشه میون ما. فرصت موندن نداریم، آرزوها منتظرن، باید به بال خاطرات بگیم که تا ابرا برم. میشه با قدرتش قصه اشانه بشت، میشه با قدرت عشق رفت به جنگ سرنوشت، به جنگ